سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. داستانی که امشب میخوام براتون تعریف بکنم برای من خیلی داستان عجیب و غریبیه به چند دلیل. اول اینکه این داستان زمانی اتفاق افتاد که در اوایل شروع کرونا بود، زمانی که همه ما هنوز نمیدونستیم کرونا چیه و دقیقا قراره چی کار بکنه. برای همون این مسئله این داستان رو خیلی تیره تر میکنه، خیلی دارک تر میکنه. نکته دوم اینه که دادگاه‌های این پرونده همزمان شد با دادگاه‌های جانی دپ و همسر سابقش، و با وجود اینکه دادگاه‌ها معمولاً خیلی کسل کننده است، ولی دادگاه این پرونده به شدت برای من جالب بود و دنبال می‌کردم، چون به صورت آنلاین اینا رو پخش می‌کنن. زمانی که شخصیت اول این داستان شهادت میده خیلی شباهت داشت با خانم هرد همسر جانی دپ. ریاکشن هایی که داشتن موقعی که شهادت میدادن، و به نظر من اگه علاقه مندید حتما دادگاه های این پرونده رو ببینید، مخصوصا جایی که شخصیت اول شهادت میده، به نظرم خیلی جالبه. بنابراین بریم داستان عجیب و غریب امشب رو با هم شروع کنیم. آنتونی تود در سال 1975 از پدر و مادرش آقای رابرت و خانم لورتا در آمریکا متولد شد. آنتونی یک خواهر کوچکتر از خودش هم داره به اسم کریستی. البته زمانی که آنتونی 4 یا 5 ساله بود، پدر و مادرش از همدیگه به دلایلی طلاق گرفتن. آنتونی همیشه در دوران مدرسهش پسر خیلی خوبی بود، خیلی درس خون بود. همیشه هر کسی کمک احتیاج داشت، آنتونی اولین نفری بود که به اون شخص کمک میکرد. به خاطر رفتار خیلی خوبی هم که داشت، به خاطر اینکه با هیچ کس هیچ مشکلی نداشت، همیشه هم نماینده کلاس بود و نمایندگی بچه ها رو به عهده داشت. زمانی که آنتونی دبیرستانی بود در سال 1992 با همسر آیندهش خانم مگان آشنا شد. مگان 2 سال از آنتونی کوچکتر بود و تنها فرزند خانوادهش بود. مگان در مدرسه به عنوان کسی شناخته می شد که صدای بسیار زیبایی داره و هر وقت که فرصت می آورد می زد زیر آواز. در کنار اون خیلی خوب فلوت می زد، گیتار می زد، پیانو می زد. خلاصه خیلی هنرمند بود. رابطه بین آنتونی و مگان یه شکلی بود که همه دوست داشتن این رابطه رو داشته باشن یا با یه نفر این شکلی وارد رابطه بشن، انقدر که رابطه عاشقانه بین این دوتا بود. و آنتونی و مگان زوج ایدئال مدرسه بودن. در کنار این که حالا رابطه عاشقانه شون رو داشتن، خیلی خوب هم درس میخوندن. یعنی هیچ وقت این رابطه شون باعث نشده بود که به درسشون یا تحصیلشون آسیب برسه. آنتونی و مگان اولین بوسهشون رو با هم دیگه تجربه کردن. اولین رابطه جنسیشون رو با هم دیگه تجربه کردن. یعنی کلن اولین بودن برای هم دیگه. و البته آنتونی و مگان 8 سال با هم دیگه دوست بودن و رابطه داشتن. و طبق گفته های آنتونی در طول این 8 سال به هیچ عنوان با هم دیگه رابطه جنسی کامل برقرار نکردن. 1 هفته قبل از ازدواجشون این رابطه رو برقرار کردن. شاید به خاطر این بود که هر دوتاشون کاتولیک های خیلی متدینی بودن، خیلی سفت و سخت بودن توی دینشون، به خاطر همین این رابطه رو گذاشته بودن برای اینکه مطمئن بشن که میخوان ازدواج بکنن. آنتونی و مگان هر دوتاشون در رشته فیزیوتراپی درس خوندن و فوق لیسانس گرفتن. همونطور که گفتم آنتونی 2 سال جلوتر از مگان بود. زمانی که آنتونی درسش تموم شده بود و کار رو شروع کرده بود و مگان هم 1 سال و نیم از درسش مونده بود، آنتونی و مگان با هم دیگه ازدواج کردن و زندگی مشترک عاشقانه شون رو شروع کردن. مگان و آنتونی در ایالت کنتیکت زندگی میکردن. کلا در همین کنتیکت متولد شده بودن و بعد از اینکه فوق لیسانسشون رو هم گرفتن، در همین ایالت هم دوتا مطب برای خودشون تأسیس کردن و خیلی مطب بزرگ بود، مشتری های بسیار زیادی داشتن و کلا محبوب بودن در کارشون، چون بسیار ماهر بودن هر دوتاشون. از اون گذشته چون اینا در این ایالت کنتیکت زندگی میکردن، این ایالت آب و هوای خوبی نداره. زمستونا خیلی سرده، تابستونا خیلی گرمه و زمانهایی هم که بخواد هوا معتدل باشه جورای انگار
مرطوب نم داره. برای همین پولاشون رو جمع کردن و در سال 2005 یک آپارتمان در فلوریدا خریدن. چون هم بعضی وقتا به عنوان کسانی که حالا در مسافرت کار میکنن، به جاهای مختلف سفر میکنن، طرف سازمان‌های مختلف همینجوری کار میکردن، هم دلشون میخواست که وقتشون رو توی فلوریدا هم بتونن بگذرونن و از آب و هوای خوب اونجا هم استفاده بکنن. در نوامبر سال 2002 یک اتفاق بسیار بد برای مگان افتاد. مگان خب تک فرزند بود و رابطه خیلی خیلی صمیمانه‌ای با پدرش داشت. با مادرش بیشتر وقتا مگان قهر بود و رابطه ای نداشت، ولی با پدرش خیلی صمیمی بود. و پدر مگان خودکشی کرد و این آسیب روانی خیلی بدی به مگان زد و بیشتر وقتا دیگه بعد از این اتفاق توی افسردگی بود و با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کرد. با این حال این باعث نشد که رابطش با آنتونی بد بشه یا از عشق و علاقه‌شون کم بشه. مگان در 26 سپتامبر سال 2006 اولین فرزندش الکساندر رو به دنیا آورد که خب مخففش می‌کنن، بهش میگفتن الک. الک خیلی پسر درونگرایی بود و مثل مادرش خیلی نوازنده چیره دستی بود. گفته شده صدای خیلی خوبی هم داشت و به صورت حرفه‌ای از همون زمانی که سنین کم داشته و مادرش بهش آموزش داده به صورت حرفه‌ای پیانو و ویالون میزده. به جز موسیقی الک خیلی عاشق تاریخ بود، مخصوصا تاریخ نظامی. تاریخ نظامی رو معمولا هر کسی نمیتونه بهش علاقه مند باشه، ولی الک جزو کسایی بود که خب خاطرات جنگ جهانی اول و دوم محوش میکرد و دوست داشت اطلاعات بسیار زیادی در این مورد داشته باشه. و اصلا هر وقت پدر بزرگ و مادر بزرگاش رو گیر میآورد وای میستاد و در مورد جنگ جهانی دوم سوال پرسشون میکرد. دلش میخواست بدونه که اون زمان حال و هوا چجوری بوده. در دسامبر سال 2008 دومین فرزند آنتونی و مگان به دنیا اومد. یک پسر شاد برونگرا، دقیقا مخالف برادر بزرگترش به اسم تایگر. تایگر دقیقا نقطه مخالف برادر بزرگترش الک بود. الک خیلی درونگرا بود ولی تایگر برونگرا بود و اصلا به عنوان یک کمدین میشناختنش، به عنوان کسی که میتونه همه رو به خنده بندازه با رفتارهایی که داره. الک و تایگر از سنین کم خب نوازندگی رو یاد گرفتن، همونطور که الک از سنین کم به موزیک بسیار علاقه‌مند بود و بسیار ماهر بود، تایگر هم همینطوری بود و به نظر میاد این استعداد خدادادی رو از مادرشون به ارث بردن. بچه‌های خانواده دقیقا شبیه پدر و مادرشون بودن، زیادی خوب بودن و این باعث می شد که خب همه ازشون تعریف تمجید بکنن. به عنوان مثال اگر برف می اومد می رفتن در خونه همسایه ها در می زدن و بهشون می گفتن که می خواین ما تمیز کنیم جلوی در خونتون رو، یا اگر می دیدن یه همسایه خرید دستشه و خریداش سنگینه می رفتن و خریدها رو می گرفتن که حالا به اون همسایه کمک بکنن. البته مگان و تونی هم رفتارشون به همین شکل بود و پسرها این رفتار رو از مادرشون یاد گرفته بودن. آنتونی به عنوان یک مرد بسیار خوب در شهر شناخته میشد، چون شهری که زندگی میکرد، شهر بنسالم، خیلی شهر کوچیکی بود. گفته شده آنتونی حتی با بیمارانی که خب پیر بودن، بد اخلاق بودن، بی اعصاب بودن، خیلی خوب کنار میومد، خیلی باهاشون حرف میزد. کلن اگر یک بچه ای داشتن که حالا مثلا بچهشون خیلی بی‌اعصاب بود یا اگر پیرمرد یا پیرزنی بودن که خیلی قرقر میکرد، اینا رو میبردن پیش آنتونی، چون آنتونی خیلی خوب با اینها کنار میومد و یه جورایی بین مردم به خاطر کارش مشهور و محبوب بود. البته آنتونی خب برای شغلش هم بسیار ارزش قائل بود. به عنوان مثال یه تردمیل توی آب خریده بود به ارزش 100 هزار دلار که بتونه بهترین خدمات رو خب به همشهری‌هاش که شهر کوچیکی هم بود بده. آنتونی زمانهایی که سر کار بود میرفت کارش رو میکرد و وقتایی که بیکار بود مربی فوتبال بود و به بچه ها فوتبال یاد میداد. اگر میدید کسی ماشینش خراب شده کنار جاده، آنتونی حتما وای میستاد و کمک میکرد که حالا ماشین رو درست کنن یا لاستیک رو عوض کنن. معمولا همه از این اخلاقا ندارن. یا اگر کسی داشت چیز سنگینی جابجا میکرد، حتی اگر اون شخص رو نمیشناخت میرفت و کمک میکرد. به خاطر همین رفتارهایی
هم که داشتن خانوادگی خب معروف بودن، همه میشناختنشون و همه به خوبی ازشون یاد میکردن. آنتونی چند هفته بعد از اینکه با مگان آشنا شد و خب رابطهشون صمیمیت‌تر شد و بردنش رو لول دیگه، متوجه شد که مگان یه کمی مریضه. بیشتر وقتا ضربان قلبش بالا میرفت، عرق میکرد و وقتی که خب مگان رفته بود پیگیری کرده بود، متوجه شده بود که افتادگی دریچه میترال داره. و البته به غیر از این دیگه بیماری خاص دیگه‌ای نداشت و خب خیلی هم به سلامت خودش اهمیت میداد و برای اینکه حالا مشکلات قلبیش بیشتر نشه یا در آینده اذیتش نکنه، به هیچ عنوان کافئین مصرف نمیکرد، به هیچ عنوان شکر هم مصرف نمیکرد. قرار نیست همیشه همه چیز انقدر خوب و گل و بلبل بمونه. متاسفانه در سال 2011 آنتونین و مگان و بچه‌ها برای تفریح به فلوریدا رفته بودن که در پارک مگان توسط یک حشره گزیده شد و به بیماری لایم مبتلا شد. این بیماری لایم شایع‌ترین بیماریه که در آمریکا وجود داره که از حشرات به انسان منتقل میشه. این بیماری معمولاً از نیش کنه‌های پاسیاه آلوده به انسان منتقل میشه و خستگی و تب و بدن درد از نشونه هاشه، ولی اگر سریع اقدام بشه و آنتیبیوتیک مصرف کنن در عرض چند هفته خوب میشن. زمانی که این باکتری وارد بدن میشه از طریق جریان خون به بافت‌های مختلف میره و اندام‌های مختلفی رو خب تحت تأثیر قرار میده. نشونه هایی که نشون بده که به این بیماری مبتلا شده خیلی واضحه. پوستت به شدت قرمز میشه، خیلی خسته‌ای، تب و سردردت خیلی مشخصه و خیلی طولانی مدته و البته اگر زود درمانش نکنی میتونه به مفاصل بزنه، میتونه به سیستم عصبی و حتی قلب هم سرایت کنه. این بیماری لایم که معمولا خب آدم ها مبتلا میشن، دارو مصرف میکنن، خیلی زود خوب میشن، اما برای مگان خیلی خوب نبود. به نظر میومد که خیلی شدیده این بیماری در بدن مگان. به عنوان مثال غده های لنفاویش خب ورم کرده بود، لوزه‌هاش بسیار بزرگ شده بود و عفونت کرده بود و همه اینها مشکلات تنفسی بسیار زیادی براش درست کرده بود و بیشتر وقتها حتی انرژی نداشت که از رخت خواب بیاد بیرون، کارهای روزمره‌اش رو انجام بده، به بچه‌هاش برسه. به خاطر همین هم دیگه کم کم از کارش هم فاصله گرفت. در کنار اون دارو مصرف می‌کرد، بهش دارو می‌دادن که بتونن بیماریش رو کنترل بکنن و این داروهای بی‌رویه خب باعث شده بود که به هپاتیت هم مبتلا بشه و کبدش هم به شدت ملتهب بود. مگان انقدر حال روزش بد بود که خب وزن کم کرد و وزنش رسیده بود به زیر 40 کیلو. در کنار اون یک سقط جنین هم داشت که این باعث شده بود که افسردگی بگیره و حالش رو خیلی بدتر بکنه و این آنتونی بود که مجبور بود به بچه ها رسیدگی بکنه، بفرستتشون مدرسه، غذا براشون درست بکنه. البته آنتونی نمیتونست همه کارها رو انجام بده، به خاطر همین هم پرستاری داشتن که می اومد و در کارهای خونه کمک میکرد به آنتونی، به خاطر اینکه مگان الان نمیتونست کاری انجام بده. با وجود همه این مریضی ها مگان در 13 ژوئیه سال 2015 صاحب فرزند دیگه شد، یک فرزند دختر به اسم زویی. مگان از وقتی که مادر شده بود به نظر می اومد این حسی که حالا بهش داده شده یک امید دوباره بهش داده و میتونست بهتر با شرایط افسردگیش و بیماری لایمش کنار بیاد. یک دوره 200 ساعته یوگا هم گذروند و تبدیل شد به مربی یوگا. در کنار این که حالا مشغول بزرگ کردن بچه ها بود و مربیگری یوگا رو هم برای مامان های مثل خودش انجام میداد، مگان خیلی علاقه زیادی به کارهای خونه، به آشپزی داشت و زمان زیادی رو صرف این مسئله میکرد. از اون گذشته سعی میکرد که همه چیز رو ارگانیک مصرف کنه، حتی خودش سبزیجات میکاشت و کارهایی که حالا مثل کشاورزی و باغبانی رو خودش انجام میداد. از وقتی که زویی به دنیا اومده بود یک سگ هم براش گرفته بودن که این سگ بهترین دوست زویی بود و خیلی هم بهش علاقه من بود. بعد از تولد زویی مگان تصمیم گرفت که بچه ها رو مدرسه نفرسته. احساس میکرد که بچه ها نمیتونن توی مدرسه رشد کنن و به علایقشون برسن. احساس میکرد اگر خودش بچه ها رو آموزش بده توی خونه، کارهای عملی رو بهشون نشون بده، بهتر میتونن همه چیز رو یاد بگیرن. به عنوان مثال اگر درسی داشتن که حالا در مورد گیاهان بود، بچه ها رو میبرد بیرون و اون گیاه رو بهشون نشون میداد، اطلاعات رو بهشون میداد. اگه در مورد حیوانات بود دقیقا همین کار رو میکرد، بچه ها رو میبرد توی باغ وحش
و همه چیز رو عملی آموزش میداد و انگار از این مسئله خوشحال بود و آنتونی هم مخالفتی نمی کرد. مگان با وجود اینکه خودش در رشته پزشکی تحصیل کرده بود، اما به خاطر اینکه داروهای بسیار زیادی بهش داده بودند که علاوه بر اینکه حالا مریضیش رو خوب نکرده بود، تبدیل شده بود به هپاتیت ب، باعث شد که فاصله بگیره از رشته پزشکی. از اون گذشته ما گفتیم مگان خیلی کاتولیک سفت و سختی بوده، از اون هم فاصله گرفت و رفت به سمت دین بودایی، روش‌ها و آداب و رسوم اونها و احساس می‌کرد از این طریق بهتر می‌تونه جواب بگیره. طبق گفته تونی در سال 2016 مگان از تونی می‌خواد که به فلوریدا برن و برن اونجا زندگی بکنن. ظاهراً مگان احساس می‌کرد چون اونجا هوا بهتره، برای حال و روحیه مگان هم اونجا بهتره. از یه طرف دیگه برای بچه‌ها هم بهتره. به خاطر اینکه بچه‌ها دارن از توی خونه درس می‌خونن، توی فلوریدا مدارسی وجود داره برای بچه‌هایی که توی خونه درس میخونن و هفته یکی دو بار این بچه‌ها حالا دور هم دیگه جمع میشن و میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. مگان میگفته برای بچه‌ها بهتره که بریم اونجا. تونی خب با این پیشنهاد مخالفت نکرد و قبول کرد که همسر و فرزندانش برن و فلوریدا زندگی بکنن. اما یک مشکلی وجود داره. کسایی که آمریکا زندگی میکنن میدونن که معمولا افرادی که یک مجوزی رو در یک ایالت دارن نمیتونن با همون مجوز پاشن برن یه ایالت دیگه کار بکنن. مثال ساده‌ترش رو بخوام بگم، کسایی که مثلا مجوز دارن توی مثلا یزد نمیتونن پاشن برن تهران زندگی کنن، یا برعکس، باز اونجا هم باید برن مجوزهای خودشون رو بگیرن. بنابراین تونی توی بنسالم موند و مگان و بچه‌ها پاشدن رفتن فلوریدا و خونه‌شون رو هم، خونه‌ای که توی بنسالم داشتن رو تخلیه کردن. به معنای واقعی تونی دیگه خونه‌ای نداشت که توش بمونه، بیشتر وقت‌ها رو توی مطبش میموند. وقتایی که خیلی دیگه حالا احتیاج به استراحت داشت میرفت هتل میگرفت یا اینکه میرفت خونه مادرش و با مادرش میموند. معمولا تونی از سه شنبه تا جمعه رو توی بنسالم بود، کار میکرد توی مطب‌هاش و بعد جمعه شب سوار هواپیما میشد، میرفت فلوریدا تا دوشنبه شب میمون، دوشنبه شب دوباره برمیگشت بنسالم که برگرده سر کارش و به بیمارانش رسیدگی بکنه. این موضوع برای چند سال ادامه داشت تا اینکه ما میرسیم به می سال 2019. مگان ظاهراً به آنتونی گفته بوده که من دیگه نمیتونم توی این آپارتمان زندگی کنم، آپارتمان برای ما و بچه‌ها خیلی کوچیکه، ما یک خونه دیگه می‌خوایم بگیریم. که میرن یک خونه بزرگتر در یک منطقه حال فانتزی میگیرن. این خونه خیلی خونه بزرگی بوده، 5 تا اتاق خواب داشته، 4 تا همون دستشویی داشته و این منطقه‌ای که حالا زندگی میکنن قرار بوده یک آرمان شهر باشه که حالا متعلق به دیزنی بوده، ولی خب این پروژه شکست میخوره، دیزنی هم اون منطقه رو میفروشه. ولی کلن منطقه فانتزی خونه های خیلی قشنگی داره و مگان احساس میکرد که اگر توی این منطقه خونه بگیرن، از اونجایی که به دنیای دیزنی نزدیکن، میتونه بچه ها رو ببره اونجا و آموزش ها رو توی دیزنی بهشون بده. اما یک چیزی وجود داره. مگان از وقتی که ایالت رو عوض کرده بود و اومده بود به فلوریدا، دیگه آدم سابق نبود. دیگه آدمی نبود که با همسایه‌ها ارتباط بگیره، رفت و آمد داشته باشه، همسایه‌هاش رو بشناسه، مامانای دیگر رو ببینه. و این موضوع در مورد بچه‌ها هم صدق می‌کرد. بچه‌ها هم دیگه بیرون نمی‌رفتن، دیگه دوستی نداشتن. اصلا هیچ کسی خانواده رو نمیدید. بیشتر وقتا مگان و بچه ها توی خونه بودن و اوقاتشون رو با همدیگه میگذروندن. در ماهای آخر سال 2019 بیماران آنتونی متوجه شدن که آنتونی اصلا حال روز خوبی نداره، اصلا مثل قبل رفتار نمیکنه، دیگه مثل قبل شاد و خوشحال نیست و اصلا دیگه با بیماراش صحبت نمیکنه. از این طرف دیگه وزن زیادی اضافه کرده بود، خیلی چاق شده بود و زمانی که بیمارانش حالش رو میپرسیدن میگفت که من هفته چند بار با هواپیما میرم میام، غذای خوبی نمیخورم، همش دارم فست فود میخورم، خواب خوبی ندارم، به خاطر همین خیلی چاق شدم و خیلی بد اخلاق شدم. مشکل خاص دیگه ای نیست. در همین ماه نوامبر یکی از بیماران آنتونی گزارش میده که آنتونی اصلا رفتار خوبی نداره و به نظر میاد که اصلا حواسش سر جاش نیست، همش سرش تو گوشیش، اصلا صحبت نمیکنه و یک رفتار عجیب و غریب هم ازش دیدن. اینکه بیماران نشسته بودن توی و
منتظر بودن که حالا آنتونی بهشون نوبت بده و داخل بشه و آنتونی به جای اینکه تکی تکی به بیمارها رسیدگی کنه یه بار میرفت سراغ اون بیمار، دوباره میدوید میومد سراغ بیمار، دوباره یه چیز دیگه میدوید میرفت طرف یکی دیگه، دوباره یه چیز به این میگفت، دوباره میرفت طرف یکی دیگه و انگار گیج بود، نمیفهمید که داره چیکار میکنه. در 21 نوامبر سال 2019 ماموران FBI وارد کلینیک آنتونی شدن تا ازش سوال بپرسن و یه سری مدارک رو از کلینیک با خودشون ببرن. ظاهرا آنتونی به مدت 60 هفته از طریق شرکت‌های بیمه بیمارانش کلاهبرداری می‌کرده. اون فاکتورهایی برای شرکت‌های بیمه ارسال می‌کرد که واقعی نبودن. پول ویزیت‌هایی رو می‌گرفت از شرکت‌های بیمه‌ای که واقعی نبودن و به طور کلی در ماه 5000 دلار کلاهبرداری می‌کرد و این روند کلاهبرداریش تقریباً 60 هفته بود که ادامه داشت. یعنی چیزی بیشتر از یک سال. ماموران FBI ازش پرسیدن که آیا این موضوع واقعیه؟ تو داری کلاهبرداری می‌کنی؟ و آنتونی گفت نه، من این کارو نمی‌کنم و دروغه و نه این کارو نکردم. و مامورا شروع شدن دست به کار کردن و چک کردن، حالا مدارکی که اونجا وجود داشت کامپیوترها رو چک کردن که با خودشون ببرن. آنتونی قبول کرد، گفت که بله متاسفانه من کلاهبرداری کردم و حاضرم هر چقدر که جریمش باشه پرداخت کنم. ظاهرا از زمانی که خانواده آنتونی رفته بودن به فلوریدا اوضاع برای آنتونی خیلی سخت شده بود، چون مجبور بود که هر هفته هزینه هواپیما رو بده و از اون گذشته خانواده‌اش آپارتمانی که داشتن رو ترک کرده بودن و پا شده بودن رفته بودن توی یکی از بهترین محله‌های فلوریدا برای خودشون خونه اجاره کرده بودن که هزینه‌های بسیار زیادی داشت. از یه طرف دیگه فقط آنتونی بود که داشت کار میکرد، به خاطر همین ظاهرا نمیتونسته هزینه ها رو هندل کنه. ماها بود که حالا کارمندان آنتونی ازش حقوق نگرفته بودن و بعد پول اجاره حالا این کلینیک هاش رو پرداخت نکرده بود و صاحبان کلینیک ها، صاحبان حالا اون مکان بهش گفته بودن که باید تخلیه کنی. در کنار این کلاهبرداری هایی که حالا آنتونی از شرکت های بیمه انجام داده بود، دو تا شرکت نیویورکی هم از آنتونی شکایت کرده بودن به دلیل کلاهبرداری. ظاهرا آنتونی از اینها وام گرفته بود و یه چیزی بیشتر از 100000 دلار به اینا بدهکار بود و اقساطش رو هم پرداخت نکرده بود. به طور کلی آنتونی از بیشتر از 20 تا وام دهنده تجاری وام گرفته بود و این اقساط رو پرداخت نکرده بود. خب اینا باعث شده بود ازش شکایت بکنن. همونطور که گفتم آنتونی همه مسئولیت ها رو در همون ابتدا به عهده گرفت و گفت که نه مگان مقصره که قبلا اینجا کار میکرده و صاحب اینجاست، نه کارمندانم مقصره، هیچ کس مقصر نیست، فقط من. و قرار شد که در 8 دسامبر آنتونی همراه با وکیلش بره به دفتر FBI برای بازجویی بیشتر و توضیحات بیشتر. قبل از اینکه ماموران FBI اونجا رو ترک بکنم به ماموران FBI گفت که من همسر و فرزندانم توی فلوریدا زندگی میکنن، آیا میتونم برم و هفتم هشتم برگردم که بیام پیش شما؟ و ماموران فدرال گفتن اشکال نداره، حتما میتونی بری، ولی 8 دسامبر اینجا باشی که ما بتونیم ازت سوال بپرسیم. و آنتونی هم قبول کرد و به کارمندانش گفت اصلا جای نگرانی نیست، قرار نیست هیچ اتفاقی بیفته، آب از آب تکون بخوره، شما کارتون رو بکنین، من این مشکل رو حل میکنم. در 22 نوامبر صبح زود آنتونی بلیت گرفت و راهی فلوریدا شد. معمولا زمان کریسمس، زمانی که تعطیلات، مگان و بچه‌ها برمیگشتن که حالا خانواده‌شون رو ببینن، آشناهاشون رو ببینن، ولی ظاهرا این بار تصمیم بر این بود که آنتونی برای تعطیلات بره اونجا. این مسئله برای خانواده مگان بسیار عجیب و غریب بود. برای همین سعی کردن با مگان تماس بگیرن، اما خب مگان جواب تلفنش رو نمیداد و فقط از طریق پیامک با خانوادهش در ارتباط بود. در اوایل ماه دسامبر مگان از طریق پیامک به خانوادهش گفت که همه اعضای خانواده به آنفولانزا مبتلا شدن و نمیتونن برای تعطیلات به شهر برگردن و انقدر حالشون بده و صداشون گرفته که حتی نمیتونن تلفنی صحبت کنن و به محض اینکه حالشون خوب بشه با خانواده تماس میگیرن. خانواده دیگه خیلی براشون این مسئله عجیب بود که خب چرا مگان جواب تلفن ها رو نمیده. این نگرانی زمانی بدتر شد که آنتونی بهشون یک پیامکی فرستاد و گفت که ما داریم میریم مسافرت یه جای خیلی دور و به تلفن دسترسی نداریم، مگان هم تلفنش رو گم کرده
خلاصه ما بریم برگردیم باهاتون تماس میگیریم. برای همین به هیچ عنوان نگران حال ما نشین، ما همه خوبیم. همونطور که قبلا هم عنوان کردم، خب خانواده در فلوریدا دوست صمیمی نداشتن، آشنایی نداشتن. با وجود اینکه خب الان مگان گفته بود ما هممون آنفولانزا گرفتیم، کسی نبود بدید ازشون سر بزنه برشون غذایی بیاره و خانواده واقعا دسترسی نداشتن بهشون و دیگه ما نمیدونیم که دقیقاً چه اتفاقایی افتاده. در 14 دسامبر آخرین باریه که خانواده زنده دیده میشن. ظاهراً یک جشنی بوده که الکساندر و برادرش تایگر در اون حالا شرکت کردن، یه حالت مسابقه طوری بوده، پیانوی زدن و بعد جایزه‌ای هم گرفتن. که ما میدونیم معلم موسیقی بچه‌ها آخرین شخصی بوده که این خانواده رو زنده دیده. و اتفاقاً این عکسی هم که الان دارین می‌بینین، آخرین عکسیه که در اون الکساندر زنده بوده. در روزهای بعد چه خانواده آنتونی چه خانواده مگان نتونستن باهاشون ارتباط بگیرن، تلفنی صحبت بکنن، بلکه فقط آنتونی از طریق پیامک بهشون جواب میداد یا برشون پیامک میفرستاد. این موضوع انقدر عجیب و غریب شده بود که خواهر آنتونی کریستی به شدت نگران بود. در 29 دسامبر 2019 کریستی تماس گرفت با اداره پلیس در ایالت فلوریدا و عنوان کرد که من برادرم رو خیلی وقت تلفنی باهاش صحبت نکردم، با مگان اصلا تلفنی صحبت نکردم، اونا یه آنفولانزای بسیار شدید گرفته بودن و من میخوام مطمئن شم که حالشون خوبه یا نه، میتونین برین چکشون کنین. و خب اداره پلیس هم موظفه که بره یک چک رفاهی انجام بده ببینه که حال خانواده خوبه یا نه. و فرستادن مامور رفت چک کرد، منتها دید که برقا همه خاموشه، در زد، کسی جواب در رو نداد و در گزارشش هم همین رو نوشت که من رفتم چک کردم کسی نبوده. کریستی دوباره تماس گرفت، میخواست ببینه که چی شده، آیا تونستن برادر و زن برادرش رو ببینن یا نه، که خب اونا بهش گفتن نه ما ندیدیمش. کریستی گفت برادر من یک آپارتمان هم در فلوریدا داره، حالا اینا اومدن خونه بزرگتر دارن زندگی میکنن، ولی دو بلوک پایینتر یک آپارتمان داره، میشه برین اون رو هم چک کنین؟ و اونا هم گفتن که باشه میریم و رفتن آپارتمان رو چک کردن و دیدن که خب اونجا هم کسی نیست و چراغا خاموشه. کریستی خواهر آنتونی خیلی نگران بود و گهگداری برادرش بهش پیامک میزد که حال ما خوبه، آره ما داریم فلان میکنیم، آره آنفولانزا اون بهتر شده، آره مگان بهتر شده، بهت زنگ میزنه. شما در نظر بگیرید که علاوه بر مگان، الکساندر پسر بزرگ خانواده هم تلفن داره، تلفن اون هم خاموشه. در 6 ژانویه 2020 آخرین پیامک رو آنتونی به خواهرش میفرسته و به خواهرش میگه که حال همه خانواده خوبه، آنفولانزامون بهتر شده، مگان به زودی باهات تماس میگیره. ما نمیدونیم که دقیقاً کریستی چرا انقدر نگران بوده، چرا اسمس هایی که برادرش بهش میداده رو باور نمیکرده و همش میخواسته که پلیس بره و خونه اونها رو چک بکنه. به هر جهت، در کنار اینکه کریستی دنبال اینه که حالا بتونه با همسایه‌ها ارتباط برقرار کنه، از طریق فیسبوک بتونه کسی رو پیدا کنه، FBI هم دنبال آنتونیه به خاطر اون کلاهبرداری‌هایی که کرده و قرار بوده که در 8 دسامبر 2019 خودش رو معرفی کنه، ولی الان ما رفتیم توی 2020 و آنتونی نیومده، یک ماه که گذشته. اینا تماس میگیرن با ایالت فلوریدا و به مامورینشون میگن که برین با آنتونی رو در خونه‌اش دستگیر بکنی. کریستی از طریق فیسبوک تونست یکی از همسایه‌های نزدیک خونه برادرش رو پیدا کنه و ازش خواهش کرد که بره و خونه برادرش رو چک بکنه و این خانم هم قبول کرد. رفت و متوجه شد که یک یادداشتی دم در وجود داره که روش نوشته که خانواده به مسافرت رفتن. کریستی بعد از اینکه این اطلاعات رو دریافت کرد، خب خیلی نگران شد. در 10 ژانویه دوباره با اداره پلیس تماس گرفت و عنوان کرد که من با زن برادرم مگان خیلی وقت صحبت نکردم و در 26 نوامبر یک پیامک ازش دریافت کردم که به من گفته که در 28 دسامبر قرار کل دنیا نابود بشه و بعد از اون من فقط با پیامک با برادرم در ارتباط بودم و اون 4 روزه که با من صحبت نکرده و به من پیامی نفرستاده. کریستی همچنین گفت که من احساس میکنم چیزی بیشتر از یک آنفولانزا وجود داره.
پیامکی که مگان برای خواهر آنتونی کریستی فرستاده در 26 دسامبر بوده، 26 دسامبر 2019، یعنی دقیقا در زمانی که کرونا شروع شده بود و ما توی تلویزیون آدمهایی رو در چین میدیدیم که در حالی که ایستادن یا اون میافتادن و خب این مسئله خیلی عجیب و غریب بود و ترسناک ترش میکرد. برای همین به نظر میومد که کریستی از این مسئله نگرانه. از این طرف دیگه ما نمیدونیم که این اسمس رو واقعا مگان به کریستی فرستاده یا نه، به خاطر اینکه پیامک بوده دیگه، تلفنی که صحبت نکرده. از اون گذشته مگان فامیل دیگه ای داشت، عمه داشت، خاله داشت، دخترعمو، پسرعمو داشت، به هیچ کدوم از اینها نگفته بود، فقط به کریستی خواهر آنتونی در مورد این مسئله آخرالزمان گفته بود. بعد از اینکه کریستی دوباره تماس گرفت با اداره پلیس و این مسائل رو عنوان کرد، خب دوباره مأمور فرستادن. در 11 و 12 دوباره رفتن در خونه آنتونی، در زدن، اما کسی در رو باز نکرد. صندوق نامه‌شون پر از نامه بود و یادداشت‌ها و نامه‌ها تخلیه نشده بود و این نشون میداد خب کسی داخل خونه نیستش. از اون گذشته یادداشتم وجود داشت که گفته بود که خانواده به مسافرت رفتن. در 13 ژانویه 2020 ماموران FBI اومدن و الان مسئولیت این رو داشتن که آنتونی رو پیدا کنن. اولین کاری که کردن این بود که چند تا مامور رو دور تا دور خونه آنتونی گذاشتن و گفتن که شما اینجا باشین و نگهبانی بدین و ببینین کسی داخل خونه هستش یا نه. الان ساعت حدود 7:45 دقیقه صبحه که یکی از مامورها متوجه شد که در خونه آنتونی باز شد و یک مرد بسیار چاق که آروم راه میره، بدنش میلرزه، داره از داخل خونه میاد بیرون که حالا اون قسمت ایوان خونه بشینه. این حالتی که حالا آنتونی داشت برای مامور پلیس خیلی عجیب و غریب بود، یه جورایی به نظرش ترسناک میومد. به خاطر همین زنگ زد و درخواست نیروی پشتیبانی کرد، گفت که ما آنتونی رو شناسایی کردیم ولی ما نمیدونیم داخل خونش با چی طرفیم، نیرو بفرستیم که با نیرو وارد خونش بشیم و دستگیرش بکنیم. 7 مامور مسلح پلیس همراه با 3 نیروی FBI وارد خونه آنتونی شدن. از اونجایی که آنتونی فراری محسوب میشد، خب لزومی به در زدن و زنگ زدن نبود چون ممکن بود که فرار بکنه، برای همین در رو شکستن و وارد خونه شدن. اما به محض اینکه وارد خونه شدن یک بوی وحشتناکی زد توی صورتشون که براشون خیلی آشنا بود، بوی تجزیه می اومد. خونه خیلی محیط ترسناکی داشت، علاوه بر این بوی مرگباری که می اومد فضای خونه کاملا تاریک بود، هیچ نوری نمی اومد، به نظر می اومد که هیچ وسیله برقی تو خونه روشن نیست، نه یخچالی، نه چراغ، هیچی روشن نبود، همه پرده ها کشیده بود. مامورا شوک شده بودن، دم در وایساده بودن و اصلا نمیدونستن که این خونه چرا انقدر بوی بدی میده، چرا انقدر سکوت مرگباری داره. که صدای تق تق اومد، به نظر اومد که یه نفر داره از روی پله ها میاد پایین. آنتونی بود که داشت از روی پله ها میومد پایین، آهسته و لرزون. توی تاریکی مامورین میدیدن که آنتونی داره میلرزه و همینجوری با منمن و هزیون میگفت که من خودم میام پایین، من کمکی احتیاج ندارم. و زمانی که اومد پایین مامورین بهش گفتن که مگان کجاست؟ آنتونی گفت طبقه بالا خوابه. مگان بیا پایین، کارت دارن. و خب یه تعداد از مامورا آنتونی رو نگه داشتن و 2 از مامورا رفتن بالا که حالا مگان و بچه‌ها رو پیدا کنن. مامورا همین جوری که حالا آهسته همراه با اینکه تفنگ رو گرفته بودن، چرا قوه هم داشتن از پله‌ها بالا می‌رفتن، گوشاشون رو هم تیز کرده بودن، متوجه شدن که هیچ صدایی نمیاد. خونه‌ای که 3 تا بچه کوچیک داره، یه سگ دارن، خیلی ترسناکه که انقدر ساکت باشه، مگه اینکه همه‌شون خواب باشن. از اون گذشته این بو چی میگه؟ پیش خودشون گفتن که خب شاید احتمالاً یخچال از برق کشیدن، یخچال فاسد شده، ولی خب بو خیلی شدید بود. به محض اینکه رفتم بالا رسیدم به اتاق خواب اصلی، یعنی اتاق خواب اصلی دقیقاً دم راه پله بود و داخل رو نگاه کردم. بو داخل اتاق خواب خیلی شدیدتر می اومد. به محض اینکه در اتاق خواب رو باز کردن و چراغ قوه انداختن، به نظر اومد که تو یک فیلم ترسناک قرار دارن، ولی همه چیز واقعی بود. یه جفت پای خیلی تیره و کدر از زیر پتوها زده بود بیرون، روی تشک پر از خون بود. برگشتن که بغل رو نگاه کنم، متوجه شدن تو تشک دیگه هم روی زمین هست که اون تشک ها هم پر از خونه. مامورین دستکشاشون رو پوشیدن و جلوتر رفتن.
اون پاها رو که دیده بودن که زدن کنار شناسایی کردن و متوجه شدن که مگانه، در حالی که جسدش به شدت تجزیه شده و صورتش اونقدر واضح دیده نمیشه. و بعد برگشتن طرف که دو تا شکی که روی زمین بود، وقتی که نگاه کردن متوجه شدن که پسرها هستن، الکساندر و تایگر، که اونها هم مرده بودن و داخل پتو پیچیده شده بودن. پتو رو که یه ذره زدن کنارتر متوجه شدن که توی دستای پسرها صلیب گذاشتن. مأمورین در همون لحظه اول متوجه شدن که چه اتفاقی افتاده. مگان، الکساندر و تایگر کشته شده بودن، اون هم به خاطر خون زیادی که وجود داشت مشخص بود که به قتل رسیدن. از اون گذشته نتونسته بودن زوی رو پیدا کنن، دختر کوچیک مگان و آنتونی که فقط 4 سالش بود. برای همین اومدن پایین و به آنتونی گفتن که زوی کجاست، جسد زوی کجاست، و آنتونی گفت که طبقه بالا تو اتاق خودش خوابه. رفتن چک کردن، متوجه شدن که خب توی اتاق خواب خودش نیست، خونی هم روی تختش نیست. شروع کردن به گشتن، کمدا رو میگشتن، حتی یخچال رو رفتن چک کردن، جاهایی که به نظرشون میومد ممکنه جسد باشه رو چک کردن، اما خب پیدا نکردن زوی رو. تا یکی از مامورین رفت که حالا جنازه ها رو چک بکنه، متوجه شد که زیر پای مگان که حالا پتو پیچه شده بعد دوباره روش پتو انداختن، یه رول دیگه پتو هم وجود داره. با دقت کردن که نگاه کرد متوجه شد که جسد زویه، اما خب زوی به خاطر اینکه خیلی کوچولو بوده، 4 سالش بوده، زودتر از بقیه پوسیده، انقدر پوسیده بوده که دیگه حتی نمیتونستن ببیننش، باید خیلی با دقت نگاه میکردن. با توجه به شدت تجزیه این به این معنی بود که آنتونی برای هفته ها با اجساد خانوادهش زندگی کرده. با توجه به اینکه آنتونی خب بدنش لرزش داشت، حرفاش انگار زمزمه بود یا هذیان میگفت، مشخص بود که یک داروی رو مصرف کرده و مأمورینی که در صحنه حضور داشتن تونستن که بطری های داروی بنادریل رو پیدا بکنن که خب خالی شده بود و به این معنی بود که آنتونی اینها رو مصرف کرده. بنابراین بلافاصله آنتونی رو به بیمارستان منتقل کردن تا تحت درمان قرار بگیره. در همون روز آنتونی در بیمارستان به کارگاهی که حالا منصوب کرده بودن برای این پرونده اعتراف کرد که همسر 42 سالش مگان و بقیه اعضای خانواده و همچنین سگ خانواده رو به قتل رسونده. با توجه به اینکه اجساد به شدت تجزیه شده بود، اما باز هم باید کالبدشکافی صورت می‌گرفت. برای اینکه باید می‌فهمیدن که چه اتفاقی برای مگان و بچه‌ها افتاده. با توجه به مدت طولانی که خب از مرگشون گذشته و اجساد تجزیه شده بودن، این معنی بود که خونی وجود نداشت و خب متخصصین پزشکی قانونی برای اینکه بتونن آزمایش سمشناسی بگیرن از مغز و مایعی که حالا داخل قفسه سینه هستش استفاده میکنن. بعد از اینکه خب این آزمایش رو انجام دادن و نتیجه سمشناسی اومد، گفتن که علت مرگ مگان و بچه‌ها مصرف بسیار زیاد داروی دیفنهدرامین یا همون بنادریل هست و نقش بسیار زیادی در مرگشون داشته. این داروی دیفنهدرامین یا بنادریل معمولا در دوز کمش بسیار بی‌خطر است، خطری نداره، اما اگر دوزش زیاد بشه یکی از خطرناک‌ترین داروهایی که خب در دنیا وجود داره. در دوز زیادش خب باعث هذیان‌گویی، تشنج، حتی روانپریشی هم میشه. یک نکته جالبی رو که بگم، در سال 2020 یک چالش توی تیک تاک راه افتاد که معمولاً بچه‌ها می اومدن یه سری ویدیو می‌گرفتن که 10 برابر دوز مجاز رو استفاده می‌کردن داروی دیفنهدرامین یا همین بنادریل رو، و گفتن حتی چند مورد مرگ هم اتفاق افتاده. همچنین در گزارش پزشکی قانونی مشخص شد که مگان 2 ضربه چاقو به شکمش خورده که هر کدوم تقریبا 20 سانتی متر عمق داشتن، اما نکته جالب این بود که این ضربه های چاقو باعث مرگش نشده بود. درسته که یکیش حالا قبل از مرگش بهش اصابت کرده، یکیش هم در زمان که تقریبا دیگه داشته میمرده بهش خورده، ولی اینها باعث مرگش نشده بودن و این به این معنی بود که حرفهایی که آنتونی زده با نتایج پزشکی قانونی هماهنگی نداره، چون آنتونی گفته بود که مگان زمانی که حالا داروی بنادریل رو خورده و نمرده خودش به خودش چاقو زده و بعدم که من رفتم
خفش کردم. الکساندر پسر بزرگ خانواده یک زخمی به عمق 12 سانتی متر در شکمش داشت. تایلر پسر دوم خانواده هم یک زخمی به عمق 9 سانتی متر در شکمش داشت که خب باعث آسیب رسوندن به روده بزرگ شده بود. اما باز هم داروی بنادریل باعث مرگ بچه‌ها شده بود، نه ضربه‌های چاقو. دختر کوچک خانواده زوی 4 ساله هم که گفتیم به شدت تجزیه شده بود، نمیتونستن دقیق از جسدش بفهمن که علت مرگش چی بوده، آیا مثل مادر و برادرهاش بهش چاقو خورده یا نه. همچنین در گزارش پزشکی قانونی اومده بود که هیچ یافته‌ای رو پیدا نکردن که نشون بده که اعضای خانواده خفه شدن. همچنین طبق تخمینی که پزشکی قانونی زده بود، احتمالاً 2 تا 3 هفته از زمان مرگ مگان و بچه‌ها میگذشته. زمانی که آنتونی رو دستگیر کردن، در نگاه اول متوجه یک سری زخم‌هایی که حالا رد ناخن روی گردن و دست‌هاش شدن که به نظر میومد خب یه نفر اینو ناخون کشیده، ولی این ناخون‌ها انقدر عمیق بود که زخمش باقی مونده بود از چند هفته پیش تا الان. همچنین روی بدن آنتونی یک سری زخم‌های وجود داشت به صورت دایره‌ای شکل که خب نمی‌دونستن این دایره‌ها چیه. روی دستاش بود، روی شکمش، روی سینه‌اش. یک چیزی که در گزارش پزشکی قانونی اومده بود اینه که دوز داروی مصرفی تایلر پسر دوم خانواده چند برابر دوز دارویی که برادر بزرگترش استفاده کرده و کاراگاهان حدس میزنن که احتمالاً تایلر پسر دوم خانواده با پدرش درگیر شده در زمان مرگش، به خاطر همین این ناخن‌ها وجود داشته روی بدن آنتونی. همچنین در خانه خانواده تو چاقوی بزرگ با تیغه بین 15 تا 20 سانتی متر هم پیدا کردن که خون مگان و پسرها روش بود. در خونه مگان و آنتونی وسایل زیادی رو پیدا کردن که یه جوری مدارک صحنه جنایت بود. یه سری اسپری پیدا کردن که معمولاً در بسته‌های کمک‌های اولیه هست که معمولاً کسی که زخمی میشه از این اسپری‌ها استفاده می‌کنن و روی زخمش می‌زنن. این اسپری ها داخل خونه اینها بود و روش خونی بود و این به این معنی بود که خب کسی که خون ریزی داشته سعی کرده از این اسپری ها استفاده بکنه. یه سری بست مشکی داخل خونه اینها پیدا کردن که استفاده شده بود، یعنی یه نفر رو باهاش بستن و بعد اینو از وسط بریده شده بود با یه چیزی. حدس و گمان کاراگاهان مبنی بر اینه که احتمالاً آنتونی از این بست‌ها برای بستن خانوادش استفاده کرده و بعد از این که حالا بچه‌ها و مگان رو کشته، این بست‌ها رو بریده. در تختی که جسد مگان و زوی رو پیدا کردن، در اطرافش یک سری تسمه‌های پلاستیکی بسته شده بود و به نظر می‌اومد که یک نفر به این تسمه‌ها بسته شده بوده و حدس اولیه کاراگاهان مبنی بر اینه که خب آنتونی احتمالاً مگان رو به تخت بسته، به خاطر اینکه این بست‌ها بزرگتر بوده و همچنین جسد مگان هم در همین نقطه پیدا شده. در اتاق خواب اصلی که اجساد پیدا شده بودن که حالا اینها داخل پتو پیچیده شده بودن و صلیب دستشون بود، کاراگاهان یک عالمه عروسک پیدا کردن. وسایل اسباب بازی بچه‌ها رو پیدا کردن که متعلق به زوی، الکساندر و تایلر بود. به نظر میاد جمع شده بود از اتاق اینها و به اتاق خواب اصلی آورده شده بود. همچنین یک عالمه عکس خانوادگی پیدا کردن و نظر کاراگاهان این بود که خب آنتونی اینها رو جمع کرده و به این اتاق آورده. کسانی که در صحنه جنایت حضور داشتن خب وظیفه داشتن که همه چیزهایی که در صحنه بود رو بررسی می‌کردن. متخصصین تونستن یک رسید رو پیدا کنن که متعلق به 19 دسامبر بود که به نظر میاد آنتونی بادوم زمینی، نوشیدنی و یک تفنگ اسباب بازی به ارزش $50 رو خریده. در نگاه اول کاراگاهان احساس کردن که احتمالاً آنتونی چون نمیتونسته تفنگ واقعی بخره، این تفنگ اسباب بازی رو خریده. اما نکته جالبترش این بود که زمانی که خونه رو به طور دقیق بررسی کردن، یک تفنگ پر پیدا کردن، تفنگ پر واقعی پیدا کردن که استفاده نشده بود. اینجا که این تفنگ اسباب بازی رو پیدا کردن، کاراگاهان فهمیدن که اون زخم‌های گردی که روی بدن آنتونی وجود داشت به وسیله این تفنگ اسباب بازی ایجاد شده بوده. احتمالا آنتونی روی بدنش میگرفته و شلیک میکرده و یه سری سوختگی های کوچیک مقطعی روی بدنش میذاشته. همونطور که گفتم آنتونی در بیمارستان اعتراف کرد که خب خانوادش رو به قتل رسونده.
و حالش به مرور بهتر شد بعد از اینکه تحت درمان قرار گرفت و فرستادنش زندان. الان وقت این بود که خب کارآگاهان یک بازجویی کلی ازش میکردن و میفهمیدن که دقیقا توی اون خونه چه اتفاقی افتاده که 4 نفر مردن. در این بازجویی که صورت گرفت، آنتونی ادعا کرد که اون و همسرش تصمیم گرفتن بچه ها و خودشون رو بکشن، زیرا فیلم هایی رو در مورد چگونگی دستیابی به رستگاری دیدن و میدونستن که آخر زمان نزدیکه، برای همین میخواستن که خودشون رو از بین ببرن. طبق گفته آنتونی، اون و مگان ماه‌ها داشتن برای این کار برنامه ریزی میکردن و از ژوئیه 2019 مشغول ریختن برنامه بودن. آنتونی گفت وضعیت سلامتی مگان اصلا خوب نبود، وزنش مدام پایین تر میومد، نمیتونست راحت نفس بکشه، بیماری های مختلف گرفته بود، یکی دو بار سخت جنین کرده بود، افسردگی بسیار زیادی داشت و مگان رفته بود توی سری گروه های مذهبی که حالا مربوط به زندگی بعد از مرگن وارد شده بود و اعتقاد داشت که اگر کارمای خانوادگی رو بسوزونن میتونن یک زندگی بهتر داشته باشن. آنتونی ادعا کرد که ما باید هممون با هم میمردیم تا میتونستیم در دنیای دیگه با هم دیگه باشیم. آنتونی در بازجوییش ادعا کرد که اون و مگان در مورد مرگ با بچه ها صحبت کرده بودن، یعنی اینکه زوی 4 ساله رو نشوندن و به زوی گفتن که من و مادرت میخواییم بمیریم، آیا تو هم میخوای با ما بمیری؟ و زوی هم گفته آره، یعنی یه بچه 4 ساله متوجه میشده. و بچه ها بعد از اینکه حرفای ما رو شنیدن به ما گفتن که ما هم میخواییم با شما بمیریم و با شما دوباره زنده بشیم. بنابراین تصمیم بر این گرفته شد که مگان یه دونه پودینگ درست کنه با شربت بنادرین و همه بخوریم و خوردیم، اما نمردیم، داروی روی بدن ما تاثیر نذاشت. برای همین تصمیم گرفتیم که روش‌های دیگه‌ای رو استفاده بکنیم. طبق گفته آنتونی، اولین کسی که حالا کشته شد زوی 4 ساله بود. آنتونی گفتش که آخر شب بود، من برای ساعت‌ها رفتم کنار دخترم نشستم، کنار پرنسس هم نشستم، ولی شجاعتش رو نداشتم که بکشمش و زمانی که شجاعتش رو پیدا کردم خودم رو روی بدن زوی انداختم و خب زوی بسیار دست و پا میزد، سعی میکرد خودش رو نشون بده، چنگ میزد به من و 15 دقیقه طول کشید تا خفه بشه. کارگاهان اینجای داستان از آنتونی پرسیدن خب مگان کجا بوده؟ آنتونی گفتش که مگان مدام میومد اتاق و چک میکرد و میخواست مطمئن بشه که من کارم رو دارم درست انجام میدم یا نه. و بعد از اینکه خب من زوی رو کشتم و زوی به دنیای دیگه رفت و برای اینکه سرما نخوره من بدنش رو لای پتو پیچوندم. خیلی جالب بود. آنتونی میگفت که من باید روح زوی رو نجات میدادم. من میخواستم که اون با ما باشه. طبق اعترافات آنتونی، بعد از اینکه زوی رو به قتل رسوندن نوبت به تایلر و الکساندر بود و آنتونی میگفت که من و مگان خیلی نگران پسرها بودیم، چون پسرها زور بیشتری داشتن، میتونستن مبارزه کنن و ما میترسیدیم که بخوان فرار کنن. به خاطر همین از چند شب قبل اتاقاشون رو جدا کرده بودیم. الکساندر در طبقه بالا توی اتاق خواب مشترکش با تایلر میخوابید و تایلر رو فرستاده بودیم طبقه پایین روی کاناپه‌ای که حالا توی اتاق کتابخونه قرار داره اونجا میخوابید. و به خاطر اینکه ما بتونیم این وظیفه رو بهتر انجام بدیم، این کار رو بهتر انجام بدیم، مگان هم قرار شد بیاد کمک من کنه. آنتونی گفت که مگان پاهاشون رو گرفت و من 2 ضربه بهشون چاقو زدم و بعد هم با بالشت خفشون کردم. الکساندر مرگ راحتی داشت، راحت تونستیم بکشیمش، ولی تایلر خیلی جنگجو بود، مبارزه کرد با اینکه داروی بنادرین بیشتری بهش داده بودیم. و بعد از اینکه اون رو هم در کتابخونه به قتل رسوندیم، آوردیمش به طبقه بالا کنار بقیه خانواده و بعد از اون هم سگ خانواده رو خفه کردم. اینجای داستان کارگاهان از آنتونی پرسیدن که خب مگان چجوری کشته شد، یا خودش رو کشت یا تو کشتیش؟ و آنتونی گفتش که مگان داروی بنادرین رو خورد و نمرد. به خاطر همین 2 ضربه چاقو به خودش زد، خون ریزی داشت، ولی باز هم نمیمرد. و من به خاطر اینکه مرگ راحت تری داشته باشه با یک بالشت خفش کردم و بعد هم گذاشتمش کنار اجساد دیگه.
از آنتونی پرسیدن که خب چه زمانی این قتل‌ها اتفاق افتاد و آنتونی گفتش که من توی تعطیلات بودم و تاریخ دقیق ندارم و نمیدونم و ولی همینقدر بهتون بگم که بچه‌ها شب مردن و مگان صبح روز بعد و البته قبل کریسمس بود. آنتونی گفت که بعد از اینکه خانواده‌ام به هم پیوستن و به دنیای دیگه رفتن احتمالاً منتظر من بودن و الان نوبت من بود که بهشون بپیوندم. به خاطر همین من دوباره داروی بنادریل استفاده کردم اما تأثیر نذاشت روم و در این مدتی که من با خانوادم توی یک خونه بودم بیشتر از 10 بار سعی کردم خودم رو بکشم. حتی اون بست هایی که توی خونه دیدین من اونها رو دور گردنم بستم به امید اینکه من رو خفه کنه. حتی چند بار سعی کردم خودم رو حلق‌آویز کنم. سعی کردم با چاقو به خودم ضربه بزنم اما جرأت و جسارتش رو نداشتم. جالب بود آنتونی در مصاحبهش میگفت که من خانوادم رو خیلی دوست دارم، ما فقط میخواستیم در طرف دیگه با هم دیگه باشیم و کارمای خانواده رو بسوزنیم و در زندگی بعدیمون زندگی بهتری داشته باشیم. کارگاه ها شروع کردن به بررسی گذشته آنتونی، میخواستن ببینن که توی گذشته آنتونی چی میتونن پیدا کنن، آنتونی تو چه خانواده ای بزرگ شده و متوجه شدن که تاریخ داره تکرار میشه. دقیقاً رفتاری که آنتونی با خانواده‌اش انجام داده قبلا پدرش با مادر آنتونی انجام داده. در دهه 70 میلادی پدر آنتونی یعنی آقای رابرت با خانم لورتا ازدواج کرد که میشه مادر آنتونی و خب این دوتا که ازدواج کردن صاحب 2 فرزند شدن با هم دیگه. آقای رابرت در یک مدرسه به عنوان معلم کار میکرد، البته معلم بچه های استثنایی بود، در مدارس استثنایی ها درس میداد و بعد از ظهرها هم به عنوان مربی کشتی کار میکرد و بچه ها کشتی یاد میداد. مردم خیلی آقای رابرت رو دوست داشتن، خیلی مرد کاریزماتیکی میدونستن، خیلی آدم خیرخواهی میدونستن و کلا آدمی بود که همه خیلی راحت بهش اعتماد میکردن. بعد از ازدواجشون رابرت به همسرش لورتا گفت که من دوباره میخوام برگردم به مدرسه و درس خوندن رو شروع کنم، اینجوری میتونم درآمد بیشتری به دست بیارم و خانم لورتا هم قبول کرد و شوهرش رو کاملا ساپورت کرد. اما قرار نبود که رابرت به مدرسه برگرده، بلکه رابرت میخواست یک زندگی چندگانه داشته باشه و برای اینکه بتونه دلیلی برای بیرون رفتن داشته باشه، اون هم مدرسه شبانه، بیشتر وقتا شبا میرفت درس میخوند و میرفت مدرسه، خب گزینه خیلی خوبی بود و همسرش هم بهش شک نمی کرد و نمی گفت چرا خونه نمی آی. در حقیقت آقای رابرت 28 ساله عاشق یک دختر 17 ساله شده بود به اسم کالین. کالین داشت در رشته پرستاری درس می خوند و رابرت احساس می کرد که وقتی با کالینه زنده است. کالین در مورد روزمره زندگی صحبت نمی کرد، در مورد هزینه ها صحبت نمی کرد، در مورد نگهداری از بچه ها صحبت نمی کرد. رابرت هر وقت که با کالین بود فقط اشغال بود، فقط خودشون بودن و خودشون بودن و خب رابرت دوست داشت که این رابطه رو ادامه بده و جدی ترش کنه. رابرت به بهانه درس و مدرسه و کلاس بیشتر شبا رو پیش کالین می بود و چیز عجیب تری که وجود داره اینه که در حالی که همسرش توی خونه منتظرش بود، در حالی که دو تا بچه با هم دیگه داشتن، رفت با پدر و مادر کالین آشنا شد و بعد خواستگاری کرد و بعد مهمونی گرفتن و نامزد کردن و بعد حتی عکس گرفتن با هم دیگه، تاریخ ازدواج تعیین کردن، در حالی که لورتا هنوز زن رابرت بود. کم کم داشت به تاریخ ازدواج رابرت و کالین نزدیک می شد. تقریبا 1 ماه و نیم مونده بود و رابرت نمی خواست که از لورتا جدا بشه به خاطر اینکه همه اون رو یک مرد خانواده دوست محترم می دونستن و خب طلاق می تونست به چش رو خراب کنه. از یه طرف دیگه اگر طلاق می گرفت خب هزینه هم براش داشت و نمی خواست این هزینه رو پرداخت بکنه. برای همین تصمیم گرفت که از شر همسرش خلاص بشه. چجوری؟ این آقای رابرت گفتم معلم بچه های استثنایی بود. بعضی از منابع میگن به یکی از شاگرداش پیشنهاد میده. بعضی یکی از منابع دیگه میگن به برادر یکی از شاگرداش پیشنهاد میده. یه پسر 19 سالی که حالا یه ذره جرم و جنایت های خورد ریز مثل دزدی و باجیری اینا انجام داده. به این پسر میگه که میخوای 800 دلار به دست بیاری؟ پسرم میگه بله. میگه کافیه به همسر من شلیک کنی. همین.
این پسر هم قبول میکنه و رابرت خودش میره و برای پسر تفنگ میخره و تفنگ رو بهش میده. دوبار اقدام میکنه برای قتل لورتا. اول زمانی که لورتا داشته از محل کارش خارج میشده به لورتا شلیک میکنه ولی خب موفق نمیشه و لورتا فرار میکنه. رابرت به پسر میگه اصلا ایراد نداره، اصلا نگرانی نباش، من یه شب که مدرسم تو میای خونه ما برای دزدی، یهو سرکله لورتا پیدا میشه و تو بهش شلیک میکنی و لورتا متاسفانه فوت میکنه به همین راحتی. بنابراین در 19 مارس سال 1980 آقای رابرت میره خونه دوست دختر 17 سالش میمونه تا بهانه داشته باشه که اگر زنش به قتل رسید بگه که من یه جای دیگه بودم، من اصلا نبودم. اما همونطور که خب میدونیم آقای رابرت به همسرش این مسئله رو نمیگه، به همسرش میگفته که من میرم مدرسه و کلاس شبانه دارم و دارم درس میخونم. حدود ساعت 8:30 شب خانم لورتا بچه هاش رو، یعنی آنتونی و کریستی رو، به رخت خواب میبره و خودش هم میره به رخت خوابش که بخوابه. زمانی که لورتا توی رخت خواب بوده این پسر 19 ساله وارد اتاق خوابش میشه. خانم لورتا اصلا چیزی به خاطر نداره و خب حدس و گمانهای زیادی در مورد این شب وجود داره. اون پسر 19 ساله هم که حالا بعدها دستگیرش میکنه اعترافات زد و نقیز زیادی انجام میده و خب هیچ کس نمیدونه که دقیقاً اون شب چه اتفاقی افتاده. بعضیا میگن فقط همین پسر 19 ساله بوده، بعضی ها میگن آقای رابرت هم همراه این پسر 19 ساله بوده، ولی مشخص نیست. خانم لورتا میگه من توی رخت خوابم خواب بودم، یهو یه نفر رو بالا سرم میبینم، با هم دیگه درگیر میشیم و من دیگه چیزی یادم نیست، انگار که بیهوش میشم، انگار خواب بودم. و بعد که از خواب بیدار میشم با سردرد بسیار زیاد بوده و چون همه جا تاریک بوده بلند میشه برق روشن میکنه و میبینه که خودش، لباساش، تخت خوابش زیر خونه و خودش رو میرسونه به دستشویی. زمانی که میرسه توی دستشویی و خودش رو توی آینه میبینه، میبینه که چشم چپ نداره و این گلوله به چشم چپش شلیک شده. حدود ساعت 11:30 شب خانم لورتا درخواست کمک میکنه و همسایه‌ها خب با پلیس و اورژانس تماس میگیرن. تا اینجا داستان تصور ما مبنی بر اینه که تنها قربانی این ماجرا خانم لورتا است. اما این حادثه قربانی دیگه هم داشت، پسر لورتا و رابرت، آنتونی 4 ساله. آنتونی ظاهراً با صدای شلیک گلوله از خواب بیدار میشه و میره سمت اتاق مادرش و میبینه دوتا مرد غریبه توی اتاق مادرش هستن. یکی از مردها متوجه حضور آنتونی میشه، میره آنتونی رو بغل میکنه و آنتونی رو میذاره توی اتاق خواب خودش و در اتاق خواب آنتونی رو قفل میکنه. هویت این مرد دوم خب هیچ وقت مشخص نشد. یه عده میگن رابرت، یه عده میگن که خب این پسر 19 ساله یک همدست دیگه هم داشته. آنتونی سالهای بعد حتی در زمان بزرگسالی این حادثه براش یه جور تروما شده بود، همیشه کابوس میدید، با وحشت از خواب بیدار میشد. با وجود اینکه خانم لورتا بچه‌ها رو تراپی برد، مواظب سلامت روان بچه‌ها بود، اما ظاهرا این زخم‌ها در درون آنتونی هیچ وقت خوب نشد. آنتونی تمام عمرش رو با این فرض زندگی کرد که پدرش میخواسته مادرش رو به قتل برسونه و اون تنها شاهد این ماجرا بوده. بعد از اینکه خانم لورتا رو به بیمارستان میرسونن و پلیس شروع میکنه به تحقیق کردن روی این ماجرا، خب اون پسر 19 ساله رو دستگیر میکنن، ضارب رو. اونم ادعا میکنه که رابرت بهش پول داده و اصلا رابرت نقشه این قتل رو کشیده. بنابراین رابرت رو هم دستگیر میکنن، یک دادگاهی هم تشکیل میشه و آقای رابرت به 10 سال زندان محکوم میشه. در طول دادگاه لورتا به هیچ عنوان قبول نمی کرد که شوهرش مقصره و کسی رو اجیر کرده که اونو بکشه. حتی لورتا در جایگاه شاهد که حالا خودش به عنوان قربانی اونجا حضور داشت شروع کرد به گریه کردن و سعی می کرد که هیئت منصفه رو قانع کنه که رابرت مقصر نیست و رابرت به هیچ عنوان قصد نداره که لورتا رو بکشه. اما ظاهرا لورتا سالها بعد این مسئله رو قبول کرد. بر اساس مشاهداتی که داشت مطمئن شد که همسرش
پدرش نقشه قتلش رو کشیده. حتی بعدها اون هم مثل پسرش آنتونی ادعا کرد که مرد دومی حضور داشته و احتمالاً مرد دوم آقای رابرت بوده. لورتا بعد از چند سال که با این مسئله درگیر بود سعی کرد که به زندگی برگرده و با پسر و دختر کوچیکش خوب زندگیش رو دوباره ساخت و شروع کرد و بعد از مدت‌ها هم ازدواج کرد. آقای رابرت چه در طول دادگاه چه بعد از اون، چه سال‌ها بعد که گذشت، شلیک به همسرش و نقشه کشیدن برای قتل همسرش رو انکار کرد. و نکته جالبش اینه که بعد از اینکه از زندان آزاد شد با نامزدش، همون دختر 17 ساله که اسمش کالین بود، ازدواج کرد. زندگی خودش رو شروع کرد بدون همسر سابقش لورتا، بدون بچه‌هاش. شاید باورتون نشه تا سال 2010 آقای رابرت نه با کریستی رابطه ای داشت و نه با آنتونی، تا اینکه از طریق فیسبوک همدیگه رو پیدا کردن و با همدیگه رابطه گرفتن. حتی آقای رابرت اومد خونه آنتونی، بچه‌های آنتونی رو دید، مگان رو دید، با کریستی آشنا شد، با دختر خودش، و اوقات خیلی خوشی رو گذروند. و بعد از اون ظاهرا خواهر آقای رابرت فوت میکنه، بعد آنتونی و کریستی میرن حالا اون مراسمی که داشتن شرکت میکنن، ولی ظاهرا بعد از یه مدتی آنتونی به خواهرش کریستی میگه که لطفا به رابرت بگو که دیگه با من زنگ نزنه، دیگه با من حرف نزنه، من نمیخوام باهاش ارتباط داشته باشم به خاطر اینکه کابوس‌های شبانم برگشته. و رابطه بین آنتونی و آقای رابرت کم و کمتر شد. با وجود ارتباط کمی که بین آنتونی و رابرت وجود داشت، اما اینجا یک اتفاق مهم میفته. در ژوئیه سال 2020 زمانی که آنتونی برای قتل همسر و فرزندانش در زندان بود، یک نامه 27 صفحه‌ای برای پدرش نوشت و برای اولین بار ادعاهای جدیدی کرد. در ابتدای نامه ظاهراً آنتونی از پدرش میخواد که این نامه محرمانه باقی بمونه، اما چیزی که ما میدونیم اینه که نموند، به خاطر اینکه الان من و شما در مورد محتوای این نامه میفهمیم. آنتونی ادعاهای جدیدی در این نامه کرد که برای اولین بار داشت مطرحشون میکرد و کلاً 180 درجه حرفاش تغییر کرده بود. اگر بخوام نظر شخصی خودم رو بگم، مثلا این نامه برای این نوشته شد که در رسانه ها منتشر بشه و یه جورای انگار دفاعیه آنتونی باشه. آنتونی در این نامه ادعا کرد در روزی که قتل‌ها اتفاق افتاد یک روز بسیار خارق‌العاده بود، زیرا همسرش بعد از ماه‌ها برای اولین بار بدون درد از خواب بیدار شد، حالش خیلی خوب بود، خیلی قشنگ با همدیگه وقت گذروندن، غذا خوردن. و بعد آنتونی 44 ساله برای یه سری کارهای تعمیر و نگهداری به آپارتمانشون رفت. همونطور که گفتم اینها دو تا خونه داشتن در فلوریدا، یه دونه اون خونه بود که توی دیزنی اجاره کرده بودن، یه دونه هم یه آپارتمان داشتن که متعلق به خودشون بود. آنتونی گفت در کنار این که خب حالا من قرار بود برای تعمیر و نگهداری به آپارتمان برم، زوی 4 ساله یه دونه گردنبند هم از من می‌خواست، گردنبند میکی موس بود، و من قرار بود که برم اون رو هم توی آپارتمان پیدا کنم. زمانی که رسیدم به آپارتمان متوجه شدم که یه سری از ابزارهایی که لازم دارم نیستش، برای همین برگشتم به خونه و بچه‌ها داشتن بسکتبال بازی می‌کردن، منم رفتم باهاشون بسکتبال بازی کردم تا زمانی که یه ذره هوا تاریک شد و من بهشون گفتم که بازی بسه، باید برین داخل خونه. زمانی که من بچه‌ها رو فرستادم داخل خونه و خودم داشتم دنبال ابزار می‌گشتم، تایلر اومد به من گفتش که مامان دسر درست کرده، پودینگ درست کرده، بیا و ما با ما بخور. و من بهش گفتم که نه و من نمی‌خوام، و از اونجایی که من رژیم داشتم ترجیح دادم که خب نرم و اون دسر رو بخورم، و بعد برگشتم به آپارتمان. آنتونی میگه زمانی که رسیدم به آپارتمان متوجه شدم که گوشی موبایلم شارژ نداره، ولی من داخل ماشینم یه شارژر داشتم که حالا با ماشین وصل میشد، تصمیم گرفتم که اونجا گوشیم رو بزنم به شارژ. و بعد که رفتم داخل ماشین گفتم که چه خوبه یه استراحت کوچیک بکنم و بعد برم داخل آپارتمان و کارها رو انجام بدم. اما زمانی که رفتم توی ماشین دیگه خوابم برد.
و وقتی که چشمام رو باز کردم دیدم که صبح شده و دیگه هوا تاریک نیست و من چون از اونجایی که جلسه حالا فیزیوتراپی با همسرم داشتم صبح قرار بود برش کار رو انجام بدم، سری خودم رو رسوندم به خونه چون نمیخواستم که اوقات مگان تلخ بشه. آنتونی گفت زمانی که من رسیدم خونه خیلی خونه سوت و کور بود، جای تعجبم نداشت به خاطر اینکه صبح زود بود. من رفتم توی آشپزخونه و دیدم که باقی مونده حالا یک پودینگ هم وجود داره که بوی بسیار وحشتناکی میده، با وجود اینکه شکل شبیه پودینگ های قبلیه که همسرم درست کرده، مگان درست کرده. ظاهرا این پودینگ با بنادریل درست شده بود یا با همون دیفینهدرامین. آنتونی ادعا کرده بود که من بعد از اینکه دستشویی کردم رفتم طبقه بالا و دیدم که همسرم روی پله ها نشسته و اونجا به من اعتراف کرد که من هر سه فرزندمون رو کشتم. آنتونی گفت وقتی من این حرف رو از مگان شنیدم رفتم چک کردم اتاق خواب بچه ها رو و دیدم که هر سه بچه من فوت کردن. بعد از اون دیدم که مگان داره حالا اون بطری که بنادریل توش وجود داره رو سر میکشه و میخوره و بعد از اون چاقو رو برداشت و دو ضربه چاقو به شکم خودش زد و در حین این که داشت این کارا رو انجام میداد میگفت که من باید پیش بچه هام باشم، من میخوام به بچه هام بپیوندم. تا در این نامه و همچنین در دادگاهی که خب تشکیل میشه ادعا میکنه که هیچ تلفن همراهی نتونسته در خونه پیدا کنه، تلفن همراه خودش که شارژ نشده بوده توی ماشین، مگان تلفن خودش و پسرش رو هم قایم کرده بوده چون ظاهرا الکساندر هم موبایل داشته و برای همین نتونسته با 911 تماس بگیره و کمک بخواد. برای همین وقتی که میبینه که مگان به خودش داره چاقو میزنه و بیهوش میشه سعی میکنه اون رو احیا کنه، احیای قلبی ریوی بکنه که خب خیلی کار مسخره ای هم به نظر میاد ولی سعی میکنه این کار رو انجام بده اما موفق نمیشه و مگان فوت میکنه. آنتونی در دادگاه هم ادعا کرد که من زمانی که همسرم داشت این کار رو میکرد رفتم لب پنجره و شروع کردم به داد زدن و کمک خواستن ولی هیچ کس نبود که بیاد کمک من بکنه. آنتونی ادعا میکنه بعد از این که مگان خودش رو کش و من مونده بودم بین چند تا جسد اومدم همشون رو انتقال دادم به اتاق خواب اصلی و برای اینکه سرما نخورن گذاشتمشون لای پتو و برای اینکه راحت به اون دنیای دیگه برن یک صلیب هم توی دستانشون گذاشتم. آنتونی در این نامه ادعا میکنه که سعی کرده بارها و بارها خودش رو بکشه، تقریبا 10 بار. اما چیزی که ما از این نامه میفهمیم اینه که آنتونی حرفاش رو عوض کرده و در حال حاضر سعی میکنه گناهی که 2 بار به گردن گرفته رو بندازه گردن همسرش مگان و ظاهرا قراره با همین حرفا توی دادگاه از خودش دفاع کنه. دادگاه محاکمه آنتونی در آپریل سال 2022 آغاز شد. معمولا دادگاه رو با این شروع کردن که خب حالا پلیسایی که اول رسیدن به سر صحنه جنایت اونا بیان شهادت بدن، بعد کارشناسان صحنه جنایت اومدن شهادت دادن که حالا عکس برداری ها رو کرده بودن و مدارک رو جمع جور کرده بودن، بعد کالبد چکاف اومد شهادت داد، همچنین فیلم بازجویی چند ساعته آنتونی رو نشون دادن بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شده بود که حالا درش یه سری حرف ها میزنه و بعد از اون خب آنتونی خودش هم اومد شهادت داد، دادستان هم حرف زد. اما هیئت دفاع در برابر همه این حالا حرف هایی که زده شد گفتش که به هیچ عنوان مدرک معتبری بر علیه آنتونی وجود نداره. حتی کالبد چکاف نمیتونه بگه که علت قطعی مرگ مگان و بچه ها چی بود. به نظر می اومد که دفاع آنتونی تصمیم گرفتن همون حرف هایی که حالا آنتونی توی نامه به پدرش نوشته بود رو همون رو پی بگیرن و بگن که در زمان قتل بچه ها اصلا آنتونی خونه نبوده. بنابراین وکیل آنتونی گفتش که آنتونی اصلا خونه نبوده، آنتونی آپارتمان دیگه شون بوده و وقتی که اومده بچه ها مرده بودن و مگان فقط زنده بوده و جلوی چشم آنتونی مگان به خودش چاقو زده و خودش رو کشته. وکیل آنتونی همچنین داستان رو متهم به این کرد که از خودش داستان میسازه و حرفای آنتونی رو تصمیم میگیره کجاها رو باور کنه کجاها رو باور نکنه. به عنوان مثال گفت شما اون شهادتی که آنتونی بلافاصله بعد از اینکه حالا پیداش کردن اونو باور میکنید ولی حرفای الانش رو باور نمیکنید، در صورتی که الان داره درست میگه نه اون زمان که گفته
با مگان نقشه کشیدیم و من بچه ها را خفه کردم و اینا. دفاع آنتونی در برابر همه اتهاماتی که حالا دادستان به آنتونی زده بود، حرفش این بود که خب چرا کارآگاهان حرف آنتونی رو باور کردن؟ چرا خونه رو بیشتر بررسی نکردن؟ چرا همه چیز رو بررسی نکردن؟ چرا مدارک و شواهد بیشتری برنداشتن؟ اصلا شما بیا ثابت کن که آنتونی حالا بچه‌ها و زنش رو به قتل رسونده. در بازجویی دومی که حالا کارآگاهان با آنتونی انجام دادن و فیلمش رو در دادگاه نمایش دادن، خب آنتونی گفتش که همسرم به بیماری لایم مبتلا شده بود و این بیماری خب داشت گسترش پیدا میکرد و ممکن بود که حالا به قلب و سیستم عصبیش بزنه و به خاطر این داروهای زیادی که مصرف کرده بود به هپاتیت مبتلا شده بود. برای همین تصمیم گرفته بود که کلن پزشکی رو بذاره کنار، با وجود این که رشته خودش پزشکی بود تصمیم گرفت که بذاره کنار و رفته بود بودایی شده بود، با وجود این که ما میدونیم مگان خیلی آدم متعصبی در مورد دین بوده، ولی ظاهرا این بیماری طبق گفته‌های آنتونی باعث شده که خب از کاتولیک هم کنارگیری کنه و بره و بودایی بشه و تصمیم گرفته بود که از طب سنتی برای درمان خودش استفاده بکنه. آنتونی در این مصاحبه میگفت که مگان عقاید عجیب و غریب پیدا کرده بود، با آدمای عجیب و غریب از طریق اسکایپ صحبت میکرد، تو گروه‌های عجیب و غریب عضو بود که به این معتقد بودن که ما باید کارمای خانوادگی رو بسوزونیم، ما الان اگه زندگی سختی داریم باید این زندگی رو از بین ببریم تا در زندگی بهتری که حالا تناسخ پیدا میکنیم اون زندگیمون بهتر از این زندگی باشه. و همش مینشست و فیلم‌های آخر زمانی نگاه می‌کرد، فیلم‌های در مورد کارما، در مورد تناسخ نگاه می‌کرد و بعد اینکه من رو هم مجبور می‌کرد که بشینم و این ویدیوها رو نگاه کنم باهاش. برعکس خیلی از متهمای دیگه که حالا نمیان شهادت بدن، اول آنتونی تصمیم گرفته بود که بیاد شهادت بده و از خودش دفاع کنه. دفاعی که حالا آنتونی از خودش داشت و داشت برای هیئت منصفه صحبت میکرد خیلی دفاع جالبی بود. یعنی واقعا پیشنهاد میکنم بریم ببینین. این دفاع دو قسمت داشت. قسمت اول رو خب سوالایی بود که وکیلش ازش میپرسید، قسمت دوم رو دادستان ازش میپرسید که بر علیهش بود. قسمت اول که حالا وکیلش داشت ازش سوال میپرسید، آنتونی خیلی احساسی داشت رفتار میکرد، هی سعی میکرد چشاشو بماله، هی سعی میکرد خودش رو احساسی نشون بده، سعی میکرد خودش رو یک مرد بسیار خوب و مهربون و ناناز نشون بده و بعد زمانی که دادستان داشت ازش سوال میپرسید واقعا پرخاشگر شده بود، واقعا طلبکار بود، یه جاهای سوال دادستان رو با سوال جواب میداد، برای هر سوالی که دادستان ازش میپرسید یه سری جوابای خیلی طولانی میداد در صورتی که فقط با بله و خیر جواب میداد. واقعا یکی از بهترین حالا دادگاهایی که من دیدم. و بعد آنتونی اومد نشست که حالا ازش سوال بپرسه. وکیل خودش شروع کرد به سوال پرسیدن و آنتونی گفتش که آره این همسر من به بیماری لایم مبتلا شده بود و خیلی حالش بد بود و خیلی ضعیف بود و یکی دو بار سقط جنین داشت، یک بار قبل از تولد زوی، یکی هم چند ماه قبل از مرگش توی پاییز که یه سقط جنین دیگه داشت که اون هم روی روحیاتش تاثیر گذاشت. و گفت بعد از اینکه حالا همسر من به بیماری لایم مبتلا شده بود و بعد از اون به خاطر دارو های زیادی که مصرف کرده بود به هپاتیت مبتلا شده بود، تصمیم گرفته بود که با وجود اینکه خودش رشته‌اش پزشکیه کلن قسمت پزشکی رو بذاره کنار و بره طرف طب سنتی، طب شرقی و مهمتر از اون رفته بود به سمت بودایی و بودایی شده بود و از طریق اسکایپ با آدم های عجیب و غریب در ارتباط بود، توی گروه های عجیب و غریب عضو بود، فیلم های عجیب و غریبی در مورد تناسخ در مورد کارما نگاه میکرد و بعد من رو هم مجبور میکرد که بشینم باهاش و این فیلم ها رو ببینم و مرتب به من میگفت که ما باید کارمای خانوادگیمون رو بسوزونیم. این کارمای خانوادگی رو بسوزونیم یه جورایی به این معنیه که ما الان این زندگیمون گناه بیشتر نکنیم، خودمون رو بکشیم که در زندگی آیندهمون زندگی بهتری داشته باشیم وقتی تناسخ پیدا میکنیم. و من که الان انقدر مریضم، یعنی مگان الان انقدر مریضم، اگر تناسخ پیدا کنم سلامتی بهتری دارم. آنتونی گفت که من روز دقیقش یادم نمیاد چه روزی بود، به خاطر اینکه ما توی تعطیلات بودیم و من تاریخ نگاه نمی کردم. صبحش که مگان از خواب بیدار شد خیلی حالش خوب بود، اصلا درد نداشت، به نظر می اومد که همه چیز طبق رواله. آنتونی زمانی که داشت شهادت میداد و حالا داشت گریه می کرد به حساب خودش، هی چند بار بینش رو تمیز کرد و فکر می شه لطفا به من دستمال بدین و خیلی مثل جنتلمن ها معذرت خواهی می کرد و پشتش رو می کرد و همه بود دماغ
دستاشو میگرفت و اشکاشو تمیز میکرد، دم به دقیقه دستمال کاغذی برمیداشت و اشکاشو پاک میکرد، دستاتی که اشکی نداشت وقتی نگاه بکنین. و بعد از اون گفتش که آره، همسر من دیگه معتقد به این شده بود که همه خانواده باید بمیرن. بعد از اینکه اون روز خوب بود، من میخواستم برم به آپارتمانمون که حالا یه سری تعمیرات اونجا انجام بدم و یه گردنبند میکی موس رو هم برای زوی دخترم بیارم و رفتم اونجا و خوابم برد و فردا صبحش اومدم. آنتونی دقیقا حرفایی که توی نامه به پدرش زده بود دقیقا داشت مو به مو همونا رو برای هیئت منصفه نقل میکرد و گفت که مگان یه دونه پودینگ درست کرده بوده که توش دیفنهدرامین ریخته بوده به مقدار خیلی زیاد و همین باعث حالا مرگ بچه ها شده و زمانی که من اومدم خونه بچه ها مرده بودن، بدترین روز زندگیمون بود، خیلی تلخ بود. و بعد مگان هم جلوی چشم من به خودش چاقو زد و بعد دادستان ازش پرسید که خب چرا کمک نخواستی؟ آنتونی گفت که چرا کمک خواستم؟ موقعی که چاقو زد به خودش من رفتم لب پنجره و درخواست کمک کردم ولی هیچ کس نیومد. بعد بهش گفتن که خب چرا با تلفن تماس نگرفتی؟ شما 3 تا تلفن همراه داشتین توی خونه. و آنتونی گفتش که تلفن خود من که شارژ نداشته، مگان تلفن خودش و الکساندر رو هم قایم کرده بوده، بنابراین من تلفن نداشتم که تماس بگیرم. یکی از کارهایی که دادستانی در دادگاه انجام داد این بود که فیلم بازجویی از آنتونی که تقریبا 2 ساعت و نیم بود رو در دادگاه پخش کردن که هیئت منصفه اون رو ببینن. همونطور که قبلا هم اشاره کرده بودم، آنتونی 2 بار اعتراف به قتل کرد. یک بار زمانی که در بیمارستان بود به کارگاه اصلی پرونده اعتراف کرد، یک بار هم بعد از اینکه کاملا خوب شده بود و مرخصش کرده بودن تا یک بازجویی تمام اتفاقاتی که افتاده بود رو اعتراف کرد و گفت و این فیلم رو در دادگاه نمایش دادن که یعنی منصفه ببینن. در این اعترافات آنتونی گفت که اون فرزندان و همسرش رو خفه کرده به عنوان بخشی از پیمان خودکشی که با همسرش و فرزندانش بسته بوده، چرا که قرار بوده آخرالزمان اتفاق بیفته. بعد از اینکه فیلم این بازجویی پخش شد برای هیئت منصفه قرار بود که آنتونی هم شهادت بده. زمانی که آنتونی برای شهادت رفت ازش سوال پرسیدن که خب تو چرا توی بیمارستان اعتراف کردی که همسر و فرزندانت رو به قتل رسوندی؟ آنتونی ادعا کرد زمانی که مامور رسیده بودن به خونهشون مقادیر زیادی داروی بنادریل استفاده کرده بود و زمانی که سعی کرده بود که از پله‌ها پایین بیاد محکم زمین خورده بود و حافظش دچار مشکل شده بود و گردنش هم آسیب دیده بود. ولی خب چیزی که وجود داره، من ندیدم که خب دادستانی به این مسئله اشاره بکنه یا حتی فیلمی که حالا مامورین از روی لباسشون گرفته بودن زمانی که وارد خونه آنتونی شده بودن رو نمایش دادن، واقعا مشخص نبود که آنتونی زمین خورده یا نه. وقتی دادستانی بهش گفت که آقا به هر جهت شما اعتراف کردی، چه گردنت شکسته بوده، چه حافظت مشکل داشته، اعتراف کردی، آنتونی گفت که من همیشه در حال دفاع از خانواده‌ام بودم، حتی اگر این حرف رو زدم به خاطر اینکه بوده که می‌خواستم گناه مگان رو گردم بگیرم، چون دلم برای مگان می‌سوخته و نمی‌خواستم که بقیه در موردش فکر بدی بکنن. آنتونی ادعا کرد که صبحی که من اومدم خونه بچه‌ام همه مرده بودن. مردن زنم رو دیده بودم و من دیگه کلن از زندگی بیزار بودم. برای همین سعی کردم که خودم رو بکشم. و در آخرین باری که حالا مامورین وارد خونه من شده بودم، من بیشتر از 200 تا قرص بنادریل استفاده کرده بودم. خیلی عادیه که من خواسته باشم هزیون بگم یا یه سری حرف‌ها بزنم که اشتباه باشه. اما دادستانی با این موضوع مخالفت کرد و گفت که تمام حرفایی که آنتونی در بازجویی زده با صحنه جنایت مطابقت داره. در دادگاه در مورد یک یادداشت خودکشی هم صحبت کرده بودن که ظاهرا این یادداشت خودکشی رو مگان نوشته بوده، اما چیزی که وجود داره این یادداشت خودکشی تایپ شده بوده. آنتونی ادعا کرد که این یادداشت یادداشت دست‌نویس بوده که مگان نوشته بوده و گذاشته بوده توی جیب آنتونی. اما آنتونی یک بار به دلیل اینکه حالا یه خودکشی ناموفق داشته ادرار میکنه توی خودش و باعث میشه که این یادداشت خراب بشه. برای اینکه حالا این یادداشت باقی بمونه، این خواسته ها باقی بمونه، میره و این یادداشت رو تایپ میکنه. ظاهرا در این یادداشتی که حالا چه مگان نوشته بوده چه آنتونی نوشته بوده، در مورد آخرالزمان صحبت شده بوده، در مورد سوختن کارما صحبت شده بوده و اینکه همشون میخوان با هم دیگه باشه
میشن. از اون گذشته وصیت کرده بوده ظاهرا مگان که کنار پدرش دفن بشه. اما خب چیزی که وجود داشت این بود که صحت این نامه نمیتونست مشخص باشه که واقعا این حرفا حرفای مگانه یا نه، به خاطر اینکه در این نامه یک نکته وجود داشت. ظاهرا مگان نوشته بود که ما از رابرت میترسیم، رابرت یعنی پدر آنتونی، میترسن، در صورتی که اینا اصلا با آقای رابرت ارتباطی نداشتن و از اون گذشته چرا باید مگان از رابرت بترسه یا وحشت داشته باشه. داستانی همچنین در مورد ایده آخر زمانی که حالا گفته شده مگان در موردش صحبت میکرده در دادگاه حرف زد برای هیئت منصفه. اگر به خاطر داشته باشید اولین کسی که در مورد آخر زمان حرف زد کریستی بود، اما کریستی گفت که من با مگان تلفنی صحبت نکردم که مگان خودش به من بگه که آخر زمان در جریانه و قراره اتفاق بیفته، بلکه من ازش یک پیامک دریافت کردم. و داستان ادعا میکرد که ما نمیتونیم مطمئن باشیم که این مگان بوده یا نه، ما اصلا نمیدونیم در اون تاریخ مگان زنده بوده یا نه، شاید این اصلا خود آنتونی بوده که این پیامک رو فرستاده. چرا مگان به بقیه خانوادش این پیامک رو نفرستاده بود؟ مگان حالا درست بود پدرش فوت کرده بود، با مادرش رابطه زیادی نداشت، ولی دوستان و آشنایان بسیار زیادی داشت، میتونست با اونها در مورد این مسئله صحبت بکنه. ولی خب مگان ظاهرا هرگز در این مورد با کسی صحبت نکرده و اولین بار این ایده رو آنتونی مطرح کرده و اون اسمسی بوده که حالا کریستی دریافت کرده بوده. دادستانی همچنین ادعا کرد که آنتونی در حال فرار بوده، در حال آماده شدن برای فرار بوده، چون در تمام این مدتی که حالا خانوادهش مرده بودن داشته از پول نقد استفاده میکرده، به هیچ عنوان از کارت‌های اعتباریش استفاده نمیکرده. اگر به خاطر داشته باشید یک پرونده‌ای داشتیم که آقای خاویر خانوادهش رو به همین شکل به قتل رسونده بود و بعد هم خودش فرار کرده بود و الان بعد از تقریبا فکر می‌کنم 10-15 سال هنوز پیداش نکردن. اون هم دقیقاً مثل رفتار آنتونی رو داشت و الان آنتونی برده بود ماشین‌های خانواده رو در خیابون‌های اطراف پارک کرده بود، چون نمی‌خواست این تصور رو به وجود بیاره که کسی داخل خونه‌شون داره زندگی می‌کنه. همچنین یه سری تمرهای پیدا شد که اینها ارزشمند بودن و آنتونی اینها رو برده بود داخل ماشینش و دادستانی معتقد بود که آنتونی می‌خواسته که این تمرها رو بفروشه و از پول این بتونه حالا مقدمات فرارش رو بچینه و فرار کنه و از جرمی که کرده بتونه در بره، چه قتل خانوادهش چه اون بدهکاری هایی که حالا برای وامهاش وجود داره. خانواده مگان هم در دادگاه برای هیئت منصفه حرف زدن و گفتن که درسته که اینها خیلی زوج خوبی بودن، ما همه ازشون تعریف میکردیم، ولی آنتونی خیلی آدم کنترلگری بوده. زمانی که مگان بیرون بوده بارها و بارها آنتونی باهاشون تماس میگرفته و خبر میگرفته که اینها کجا هستن. در جواب ادعایی که حالا خانواده مگان کردن برای کنترلگری، آنتونی گفت که از اونجایی که مگان مریض بوده من نگران سلامتی مگان بودم، برای همین همیشه هر وقت هر جا میرفته زنگ میزدم، خبر میگرفتم، چون میترسیدم براش اتفاق بیفته یا حالش بد شه یا جایی بیفته. دادستان ادعا کرد اتفاقی که حالا آنتونی رقم زد فقط به خودش و خانوادش و حالا اطرافیانشون آسیب نزد، بلکه به کل شهری که زندگی میکردن، اون شهر کوچیکی که زندگی میکردن آسیب میزد، چون اونجا همه آنتونی رو میشناختن به عنوان یک فیزیوتراپیست خیلی خوب و مهربون و خوش اخلاق، مردی که مربی فوتباله، خیلی دوست داشتنیه، با همه ارتباط داره، سعی میکنه به همدیگه کمک کنه. طبق گفته دادستانی مردمی که با آنتونی و خانوادش آشنا بودن ادعا کردن که بچه هاشون بارها ازشون پرسیدن که آیا تو هم میخوای ما رو بکشی؟ آیا تو هم میخوای مثل پدر تایلر و الکساندر ما رو بکشی؟ و بچه ها خیلی آسیب دیدن از این اتفاقی که افتاده و از این اتفاقی که حالا آنتونی برای خانوادش رقم زده. دادگاه آنتونی فقط 6 روز طول کشید که حالا دادستان اومد بر علیه آنتونی حرف زد، دفاع هم که دفاع کردن و بعد از 6 روز باید منتظر می بودن که هیئت منصفه تصمیمشون رو می گرفتن. هیئت منصفه خیلی مدت زمان کمی رو با هم دیگه مشورت کردن، یه چیزی حدود 5 ساعت فقط مشورت کردن. به نظر می اومد که همشون روی یک مسئله هم نظر هستن و تصمیمشون رو گرفتن. معمولا در دادگاه‌هایی که حالا هیئت منصفه توافق نظر ندارند چند روز طول می‌کشه، ولی این فقط کمتر از 5 ساعت طول کشید. بنابراین در 22 آپریل سال 2022 هیئت منصفه حکمش رو اعلام کرد گناهکار.
اون هم به دلیل 4 قتل درجه اول و 1 مورد حیوان آزاری. بنابراین اینجوری شد که آنتونی به 4 دور حبس ابد بدون آزادی مشروط و 1 سال هم برای قتل حیوان خانگیشون بهش دادن. در حالی که حکم داشت خونده می شد، آنتونی دستاشو گذاشته بود روی صورتش، سرشو تون تون تکون می داد، انگار که مثلا من کاری نکردم، چرا این حکم غیر منصفانه رو به من می دید. و قاضی هم خیلی خوشحال شد از این حکمی که هیئت منصفه داده بودن، از این تصمیم درخشانی که گرفته بودن، و بهش گفتن که ما به هیچ عنوان دنبال اعدام برای آنتونی نیستیم، بلکه آنتونی لیاقت این رو داره که تا آخر عمرش تو یک سلول بمونه و به هیچ عنوان آزاد نشه. قاضی هم همچنین گفت که آنتونی نابود کننده دنیا هاست، کسیه که زندگی خانوادش رو گرفته، زندگی بچه های درخشانش رو گرفته. الان که ما در سال 2023 هستیم، خب آنتونی در حال حاضر در زندانه و داره حبس ابدش رو میگذرونه و هرگز هم آزاد نمیشه از زندان، و خب هنوز هم مستند یا فیلم قابل توجهی از این داستان رو درست نکردن. یک چیزی که جالبه در مورد این داستان اینه که من باور نمی کنم که مگان بچه هاش رو کشته باشه، یا اینکه باور نمی کنم که این دوتا به این نتیجه رسیدن که خب دنیا داره تموم میشه و ما بهتر خودمون رو بکشیم. دادستان یه حرف خیلی قشنگی توی دادگاه زد. گفت در زمانی که آنتونی داشت شهادت میداد، زمانی که در مورد بچه‌ها صحبت میکرد، نمیگفت بچه‌های ما، یعنی بچه‌های من و مگان، میگفت بچه‌های مگان، یعنی به هیچ عنوان نمیگفت بچه‌های من در مورد خودش صحبت کنه که الان بچه‌های من کشته شده، بچه‌های ما کشته شده. همش میگفت بچه های مگان. به نظر میومد که آنتونی هیچ احساسی به بچه هاش نداره. خیلی ها معتقدن که گذشته ی آنتونی باعث شده که آنتونی به این نقطه برسه، یعنی دقیقا در همون لحظه ای که حالا پدرش یک نفر رو اجیر کرد که مادرش رو بکشه. شاید آنتونی نباید شاهد اون صحنه میموند، شاید این صحنه نباید در ذهنش پر رنگ میمون. به هر جهت چیزی که برای من مشخصه اینه که آنتونی همسر و فرزندانش رو به قتل رسونده. با وجود این که من قبول دارم زمانی که حالا کرونا شروع شده بود، خب برای همه خیلی عجیب بود، مخصوصا برای مثلا خودم. یادم اون اوایل که کرونا شروع شد، من حتی با لباسایی که میرفتم بیرون دیگه داخل خونه نمی آوردم، یعنی چند روز توی آفتاب مینداختم که حالا ویروسی نداشته باشه. نمیدونم شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین ممکنه که مگان بچه هاش رو و خودش رو به قتل رسونده باشه؟ واقعا یک نقشه کشیدم به خاطر اینکه داره آخر زمان میاد، نقشه خودکشی خودش و بچه هاش رو کشیده؟ زیاد عقلانی به نظر نمیاد، اما چیزی که برام جالبه این که این داستان خیلی منو یاد داستان خاویر میندازه، مردی که زن و بچه‌اش رو کشت و بعد هم ناپدید شد، هنوز هم پیداش نکردن. برای من نظرتون رو بنویسین، واقعا شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین آنتونی مقصره یا نه؟ فکر میکنین مگان واقعا فکر میکرده که دنیا به پایان میرسه یا نه؟ این اپیزود هم تموم شد. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی داشته باشید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.